سر فیلسوفان تالس بود. امروز 24 فروردین 1402 هنوز، و نه در هند، نه در چین، نه در مصر، نه در ایران و غیره کسی نبوده که جای این آقا رو بگیرد در تمدن‌های پیشین چند هزار ساله. پرسش‌های عقیم و سترون اگر هم بوده است، آمیخته با اساطیر و دین. اما این آقا، یعنی آقای تالس، یه جورایی پرسش خالص کرده. اولش بهتون بگم که یک، این آقا ریاضیدان بوده، ریاضیدان نظری، این خیلی مهمه، نه ریاضیدان تجربی صرف مثل بابلی‌ها یا مثل مصری‌ها، ریاضیدان نظری، مثلا قضیه معروف تالس از این آقاست، یا مثلا کسوف یا پیشبینی کرده بوده که نیاز به دانش اخترشناسی داشته و کارهای مشابه زمان خودش هم معروف بوده، یا مثلا گفته بوده که جهان و زمین در دل آبها قرار دارد، غرقه، و اینکه ارسطو میگه اگر در دل آبهاست پس اون آب در کجاست. یه همچی پرسش هایی. اون دقت کنید به نکته ریاضی بود، ریاضیدان بودنش. و اون چیزی که ولی در دل فیلسوفان و از سرآغاز فلسفه قرارش میده این نکته بوده که این آقا میگه مادت المواد، عنصر اصلی یا ریشه هر چیزی آب است. فایده‌ش هم انگار این بوده که گیاهان درشون آب هست، در حیوانات، در زمین، در هوا، و اینا تبخیر میشن، میان میشه، تبدیل میشه و غیر و غیره. یه جورایی به این نکته رسیده بوده که مادت المواد یا ریشه اصلی هر چیزی، اون ماده اصلی، اون ماده محوری، آب است. یک چیزی هست، دقت کنید، یک چیزی هست که ماده اصلی است و عنصری هست که عنصر نهایی اصلی است، که عنصر نهایی اصلی هم آبه از دیدگاه آقای تالس. و این ورود این آقاست در عرصه فلسفه. یعنی چی؟ یعنی یه جور یک وحدت رو بدون توسل به دین و اساطیر و غیر و غیره برای خودش تعریف کرده بوده، از شناختن و تجربه و دیدن و اندیشیدن و تعقل و انتزاع. یک چیزی هست که ریشه و عنصر اصلی و مادت المواد هر چیزیه و اون آبه. حالا الان ما میدونیم که این اشتباهه، آب نیست، ولی به هر حال اون چیزی که مهمه دیدگاه فلسفه اشتباه بودن تعبیر اولیه نیست، نحوه پرسیدنشه که اونو وارد فلسفهش کرده از دیدگاه ارسطو. و واقعا هم فلسفی پرسش، یه پرسش اصیل راستین. این شکلی. یه نکات دیگه هم داشته، برای مثال گفته بودی که چون آهن رو بار دیده بودی که آهن رو جذب میکنه، گفته بودی که همه چیز پر از خدایان است، که از دیدگاه آقای کاپلستون یه جور جاندار انگاری که قدیم ها در اعتقادشون بوده، مثلا سنگ ها و کوه ها و غیره و غیره پر از خدایانند. یه همچین دیدگاه هایی داشته است که این باز مذهبی گونه است و دین گونه است. اما اون چیزی که فلسفی است، اون نکته مادت المواد، اون عنصر اصلی و ریشه اصلی و ماده اصلی و اون وحدت در اختلاف، به قول آقای کاپلستون، یه جور وحدت رو احساس کرده در کثرت. نه اینکه یه چیزی پرتاب کنه همینجوری الکی، در حقیقت به یه چیزی رسیده بوده، یه جور تعابیر رو هم دیگه جمع زده بوده و به یک نکته فلسفی رسیده بوده. همینجوری حدس و پیشبینی و این حرفا نبوده. این است آقای تالس، سرآغاز فلسفه. فعلا.